سلام و با امید سعادتمندی شما دوستان بازم خوش آمدید به سلسله از ویدیوهای کورس وب پروژکت. در ویدیو قبلی ما روی الرت مسیج ها یا مسیج های کوتاهی که در جریان اجرای پروگرام یا به اصطلاح ختم یک ترانزکشن و یا در داخل اجرای یک ترانزکشن در سیستم در یک وب سیستم اجرا می شد به یوزر داده می شد، اونا رو ما شما بحث کردیم و کانتکستوال کلاس هایشان همشان هم گفتیم که هر کانتکستوال کلاس یک جای یا موقع مشخص استفاده رو با خود داشتن. در این ویدیو ما روی دیزاین بتن ها صحبت میکنیم که بوتستراپ ورژن 4x کدام کلاس ها رو برای ما پروواید کرده هستن که ما بتانیم کمپوننت های انترفیسی که اونا بتن ها هستن اونا رو چی خواستم دیزاین کنیم. ببینیم بتن ها یکی از کمپوننت های بسیار مهم یوزر انترفیس یا به اصطلاح امو صفحه ویب هستن که بیشتر انترکشن یا مسار و کار یوزر با این بتن ها می باشد، چون هر بتن که کلیک می شد یوزر به یک جای به یک کانتنت به یک موقعیتی از وبسایت و معلومات از وبسایت یا از ویب اپلیکیشن یا از هر سیستمی که باشد اون رو چی می کند؟ سوق می داد و دایرکت می کند که در اونجا برود. پس به خاطر زی بتن ها باید خوبتر دیزاین شود و بتن ها هم مانند دیگر کامپوننت های اینترفیس کانتکستوال کلاس ها دارد که هر بتن نظر به رنگش به یک مقصد خاص استفاده میشن. پس به خاطر زو بوتستراپ هم کلاس های مختلف را به خاطر استایل دادن بتن ها برای ما معرفی کرده استن که ما میتونیم از این کلاس ها به خاطر دیزاین بتن های خود در اینترفیس وب خود استفاده بکنیم. خب شما طبعا در HTML بلد هستین که ما چطور میتونیم از کدام تک ها برای ما بتن ایجاد میکنن یا از کدام تک هایی هستن که ما توسط دو بتن ها ساخته میتونیم. شما طبعا بلد هستین که یکی از اون تک ها به نام بتن یاد میشه که توسط از این تک ما میتونیم که یک بتن چی کنیم دیفاین بکنیم یا به اصطلاح استراکچر یک بتن تعریف بکنیم که نیچی هستن بتن هستن. شما به خاطر از یک اتریبیوت دیگه داشتین که تایپش هم میتونیم مشخص بتونین که بتن تایپش چی میشد مشخص میشه بتن، ولی در اینجا زیادتر ضرورت نیست وقتی که شما از تگ بتن استفاده کردین خودش تایپش بتن هستن، ولی اگر دیگه تگ های مانند لینک و مانند اینپوت استفاده کردین در اونجا باز شما ضرورت دارین که تایپش نگیدش مشخص کنین، چون بتن ها هم فرق میکنند. سمیت بتن ها هستن، فرض میکنم بتن های ساده هستن و دیگه قسم لینک ها هستن که اینا همشون کامپوننت های اینترفیس هستن که یوزر به اساس یک ایونت به جای ریدایرکت میکنن یا یک عمل یا یک اپریشن اجرا میکنن. پس به خاطر ازو شما میتونین کلاس های مختلف از بتن دارین که شما میتونین بتن های مختلف برش چی کنین دیزاین بکنین. فرض کنین یکی از بتن هایی که اول میشه بتن بسیار بیسیک هستن، شما میتونین که بتن بیسیک توسط کلاس تنها BTN تعریف بکنین. شما میتونین توسط تنها کلاس BTN ایرا چی کنین تعریف بکنین. ببینین اگر شما صفحه ریفرش کنین فقط یک تکس آمده هستن، ولی اگر ماوس روش هوور میکنین ماوس پوینتر میشد. یه چی میشد؟ پوینتر میشد به قسم تکس هستن که برای کارسر که تکس ادیت میشد بیادم، ولی در ذاتش چی هستن؟ بتن هستن. باز هم بیس کلاس در اینجا چی هستن؟ بتن هست. بیس کلاس در اینجا بتن هستن، BTN باشن، BTN هستن. اینی بیس کلاس هستن که استرکچر بتن برای ما دیفاین میکنند. بعد از باز ما بتن ها را میتونیم تعریف بکنیم که به کدام پرپوز این بتن استفاده میشد. خب بخاطر از این شما میتونید که بتن دیگر هم تعریف بکنید. ببینید میشد که نوشته کنید که باز هم بتن و تایپش هم میتونید بر ذکر کنید که بتن باشد و کلاس برش معرفی کنید. اولین کلاس که باشم معرفی کنید BTN برش معرفی میکنید. بعد از اون شما میتونید که سفیکس های دیگر به خاطر ازی چی کنید و اضافه کنید که تا بتونید این بتن خوبتر تعریف بکنید. به خاطر از باید نشته میکنید که BTN سلاش فرض کنید از پرایمری شروع میکنیم و اینجا هم یک ویلیو برش میتونید فرض کنید نشته میکنید که پرایمری. شما ببینید الان بتن پرایمری چه قسم ظاهر میشد. ببینید بتن پرایمری به قسم ظاهر میشد. ما میشه اینجا یک هیدینگ 4 برش بتونم بگیم که بتنز شیپس یا ستایلز به اصطلاح به قسم که کمکی بتن که دوست رو پیدا کنن. خب چون اینا همشان انلاین هستن
ما میتونیم که یا در داخل یک دیو ایره بگیریم اگه تا نشود درست است ایره میشه که در داخل یک دیو و یک رو برش حساب کنیم ایجاد کنیم دیو کلاسش هم رو باشد و در داخل از این ما میتونیم که دیو بند کنیم در اینجا و اینا رفرش میکنیم میشد اینا رو هم در داخل یک دیو دیگر بگیریم اینا هم رو باشد و این دیو هم اینجا بند بکنیم خب این دیو در اینجا بند شد و این دیو هم در اینجا بند شد درست خب رفرش کنیم ببین نمیفهم که چرا نکنم دیو در اینجا حتما باز و بسته مونده خب خیر مشکل ندارد چون بتن ها همشان انلاین هستن ما میتونیم که اینها را در اینجا تعریف بکنیم به قسم خب چون اینجا یک دیف هم باید ما بسته بکنیم و میشد اینجا یک دیف برش بندازیم کلاسش هم رو و در داخل ازی میشد که اینجا یک هیدنگ هم ذکر کنیم و میگیم که باتن ستایلز خب یک باتن ما بیسیک هستن ببین باتن دیگه باتن پرایمری هستن و شما میتونین باتن دیگر هم تعریف بکنین باتن ها کنشون چه هستن انلاین هستن پلوی هم دیگر میان میشه تایپ از ایره هم ما باتن تعریف کنیم و در اینجا هم برش بگیم که سکندری قیمتش هم سکندری تعریف بکنیم کلاس برشون میتیم اول این کلاس که باز هم برش میتونین کلاسی بی تی این هستن بعد از او بی تی این سلاش سکندری مخصم. و کلاس دیگر هم شما میتونید معرفی کنین فرض کنین کلاسیز به خاطر بعضی کانتکست ساکسس شما میتونید که ساکسس بتن هم جور کنین باز هم شما میتونید فقط از عوض سکندری در اینجا شما میتونید که از ساکسس استفاده بکنین ببینین آره بتن های ما رنگ های مختلف با خاطر سکندری بیسیک و سکندری پرایمری و هم ساکسس کلاس های دیگه هم داریم به خاطر اینفو و انفورمیشن و به خاطر به اصطلاح دنجر و ورنینگ و اجزا هم و شما داریم میشه این دفعه از اینپوت تایپ کار بگیریم از اینپوت تایپش هم میتونیم اینجا برش بتن استفاده کنیم و نیمش فلان برای ما ضرورت نیست ما کلاسش برش میتونیم btn slash danger فرض کنین به قسم و اینجا value برش میتونیم که value شد اینجا برای ما ظاهر شود که چی اصلا این بتن بتن هم ایج شدن danger شد و شما میتونین که در لینک هم اینا را استفاده بکنیم ببینید یک لینک من اینجا برش میتونم برش این دفعه از انچور استفاده میکنم از لینک استفاده میکنم که شما میتونین لینک هم برش اینجا بتین و کلاس برش بتین کلاسش هم بیتین و بیتین سلاش میشد که ورنینگ باشد ورنینگ برش معرفی میکنیم و در اینجا هم برش میگیم که go to this warning فرض کنیم به یک قسم میگیم برش و لینک هم بسته میکنیم خب شما ببینید که این دفعه لینک ما ایجاد کردیم ببین این لینک هستن ولی روی ازی که هوار کنین با سامان مقسم بطن باره برتان معلوم میشد و این علامه هش به خاطر ازی برش دادیم که وقتی که در هایپر رفرنس برش میتیم دیگه بگیم که این لینک زمان که بالاش کلیک هم میشد باید جای نرود و در همین صفحه باشد چون اینجا باید با یوریل زارد وقتی که لینک کلیک میشد باید یک جای برود ولی هش که برش ذکر میکنین دیگه پس در همین صفحه هستن و جای ریدایرکت نمیشد یعنی مطلب که شما بتن ها را میتونین که بالای خود تگ بتن و این پورت که تایپشون مشخص میکنین تایپش بتن باشه و یا همیشه که سبمیت باشد هیچ بتن هم نباشد شما میتونین که از این تایپ های استفاده کنین و بالای لینک هم میتونین که استفاده بکنین به این قسم بالای لینک هم میتونین استفاده کنین و شما میتونین که فرض کنین باز هم از این پورت که تایپش هم من میگیرم سبمیت میگیرم و اینجا باز هم کلاس برش میتونم کلاسش هم اول بیس کلاس برش میتونم btn و کلاس دومیش هم میتونم که برش بگیم که btn slash dark هم برش میتونم این کانتکست برای کلاس هستن و value هم برش میتونم بگیم که dark button dark
بتن به قسم بهش معرفی میتن رفرش کنید ببینید این دارک بتن با وجود اومد همین قسم لایت هم هستن و دیگه کانتکست کلاس لینک هم دارد که شما میتونید از این کانتکست کلاس ها هم استفاده بکنید. خب این استایل هایی بودن که تنها به خاطر بک‌گراند و به خاطر راوند کردن از این یا وسترا باردر های راوند باردر کنجای باردر راوندشان از بتن ها استفاده می شدن. استایل های مختلف دیگه هستن که شما میتونین از اونها هم استفاده کنین. فرض کنین میخواین که بک‌گراند کلر ما با دیفالت باشد ترانسپرنت یا به اصطلاح همین چیزی که دیفالت باشد دارد ولی اوتلاین شما بخواییم چی که این تغییر بدهیم. شما در اونجا باز از کلاس های اوتلاین استفاده میکنیم btn/outline شما استفاده میتونین. شما میتونین که اینجا اوتلاین کنین برطان هایتون رو ببینیم میشه که یک روی دیگر اینجا ما بسازیم دیپ کلاسشون رو بگیریم که در داخل اسی رو ما اینال بتونیم بتن های اوتلاین بسازیم. فرض که من یک بتن میسازم این همین سفکس ها رو ما شما استفاده می کانتکست کلاس ها رو ولی اونجا ما یک چیز دیگری که هم روش اضافه میکنیم که او اوتلاین هستن. این دفعه ما روی بک‌گراند خود ایمیج ببخشید خود بتن فوکس نداریم این دفعه اوتلاینش هم میخوایم دیزاین بکنیم. خب میشه تایپ ازیر هم بتن بگیریم بتن و کلاس برش بتیم کلاس بیس کلاس بعد هم باز برش بتیم btn باز برش میگیم که btn/outline/ فرض کنین هر نوع اوتلاین که شما میخواین و همزو کانتکست کلاس ها رو برش یکشون معرفی میکنیم پرایمری فرض کنین اینجا میگیم که پرایمری ببخشید که اسپیلش غلط شد پرایمری. خب شما اینال ای بتن رو ببینید ای بتن اوتلاین دارد ولی زمانی که بالایش ماوس هاور میشد بک‌گراندش تغییر میخورد. در غیر صورت فقط رنگش تغییر خورده و تنها اوتلاین یا مو باردرش تغییر خورده استن به قسم. خب و شما دیگه میتونید که از هر نوع کلاس های دیگه که دینی موجود هستن شما از رو استفاده کنید. فرض کنید میگن که سکسس و میشد که ورنینگ باشد و همچنان میشد که انفو باشد و همچنان میشد که دنجر باشد به قسم. اوتلاین های مختلف شما میتونید که استفاده بکنید. ببینید پرایمری ببخشید که تکست هایشان یک چیز هستن چون کپی گرفتیم این رو میتونیم بگیم که سکسس و این رو میتونیم بگیم که ورنینگ و این رو هم میتونیم بگیم که انفو و هی هم اصلا دنجر به خصم. ببین اوتلاین های مختلف با خود گرفتن پرایمری است و بالای هر بتنی که شما ماوس هاور میکنین بک‌گراندش مطابق اون موضوع رنگ کانتکستوال چی میکنه تغییر میکنه ورنینگ انفو و دنجر و میتاد که میشد که شما از دارک هم استفاده بکنین دارک و لایت هم دارن. شما میتونید که دارک بگین میخسم و میشد که لایت هم برش اینجا برش ذکر کنید شما از لایت هم استفاده میتونین میخسم. ببینین میخسم مثلا لایت چون فعلا بهتر از این معلوم نمیشد که خود فونت کلر از این هم با می رنگ بک‌گراند شده در بینش چیده بسن پنهان شده است. اگر ماوس هوور کنیم باز براتون معلوم میشد. اینی اوتلاین کلر های اوتلاین هستن که اوتلاین به شما میتونین که دیزاین بکنین و اگر تنها میخواین که بک‌گراندشان هم بایدتون باید دیفالت باشه شما میتونین که از کلاس های کانتکست کلاس های بک‌گراندش استفاده کنین. اگر اوتلاین میخواین که باز اوتلاین امروش هم میتونین که ذکر بکنین. دیگه چیزی که بسیار مهم است سایز بتن هستن. شما میتونین که سایز بتن هم برشان تعریف بکنین. این فعلا که هستن این سایز باید هستن. یعنی به این مطلب به هر اندازه که کانتنت یا مو لیبل از او بتن در بینش بود اگر تکس زیاد بود و به مو اندازه ویت خود زیاد میکند اگر کم بود به مو اندازه خود چی میکنن اجست میکنن بای دیفالت. اگر شما میخواین که باز این بتن ها را سایزش هم تغییر بتین شما میتونید کلاس های دیگر هم امرش اد بکنید. میتونید نشکن امرش که btn/lg یعنی بتن لارج باشد. درست است. ببینید اینا باز با نسبت به یک اندازه شون چی میشد بزرگتر میشد بتنشون چی میشد لارج میشد و همین قسم شما میتونید که سمال باش بگین میگین که فرض کنید در اینجی میایم اینی بتن رو میگیم این بتن پرایمری رو میگیم که
btn/sm یا small. اینا چی میشه؟ این بتن small میشه. ببینید بتن پرایمری نسبت به دیگه کدوم چی میشه؟ small میشه. شما میتونید small رو default small default و همچنان large شما واسه اندازه میتونید کلاس ها برشون معرفی کنید. ولی دیگه اگر شما میخواین که باز وایدشان تغییر بدین شما خودتون میتونید که استایل برش بتین. به هر اندازه که بتونید هایت یک بتن میخواستین شما کاستماایز میتونید و اون رو تغییر داده میتونید. خب قسمت بعدی که مانده بعض مسائل دیگه هم درباره بتن ها مانده که انشاءالله نورا در ویدیوی بعدی بخیر انشاءالله بحث میکنیم و در این ویدیو تا همینجا را کافی هستن که ما روی بتن ها گپ زدیم. زنده و سلامت باشیم.